در مملکت ما امام جمعه کرج پاشخونه پیدا میکنه، هیچ اتفاق نمیفته. نماینده امام تو شرکان اینه میگیرنش با یه خانمی اون وزارت اطلاعات های شریف، چون هر چی شکایت میکنن گوش داده میشه، فیلم برداری میکنن که فیلماش تو یوتیوب شما دیدید، هیچ اتفاق نمیفته. در این جامعه انترالیسم بی اخلاق ماتورالیست یه چند یه سرباز در زندان ابوغریب اون کارو میکنن، افتضاحش تمام دنیا رو میگیره. مرمان چهریزکتون اتفاق میفته، بعد اصلا درد به خبر و متفاوت میدن، آخر سر رو میگن اصلا هیچ اتفاق نمیفته، هیچ اصلا کمپلیت میکنن، مدرک میگه که انکار. آقای کلینتون یه دروغ گفت، مسئله رابطش با اون زن مسئله نبود، اومد گفت من رابطه نداشت، فقط همین حرف بزن. هنوز محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا رو ولش نمیکنه. خانومش هم که میخواست برای سمت بده مجبور پاسخگویی میکرده باشه. در مجلس ما، در کشور اسلامی ما، کردان معلوم میشه که مدرکش تقلبیه ولی رعدش میدن، پس مستثویش میکنه که ایشون وزیر بشه. بعد که دوباره سر صدا ایجاد میکنن دیگه خیلی افتضاح همه در کار برکنارش میکنه. وقتی که آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور میره برای اولین بار به مجلس، در انتخاب بار دومش میدونی وقتی که رئیس جمهور میره معمولا صمیمی ترین دوستش رو برداره همراه خودش میبره، آقای گردان با خودش بود. یعنی درست لجبازی با چیز با مجلس که این کردی بیرون برش میگردن چشمتان خور میارم اینجا، و بعد به جامعه مواظب باشید اخلاق و مخلاق و دروغ و اینا هیچ مهم نیست. خودش هم گفت حالا چیکار کرد و کنه، خب یه دروغ گفت، خب یه دروغ توشتر نمیشه بگه همسر. ببینید این تفاوت ها ایست که برای انسان سوال میشه، آیا این از چه شروع شد، چه شد که ما چنین شد؟ اشتباه که معین به احمد نژاد به اون زمان بگیرید، اولا محمود تجاوز گفتم 20 سال آقا منصری، وقتی که در اول انقلاب آقای خمینی میگفت من روزنامه ها رو میخونم و واقعا میخونم، سرفست داده کامرش پروسه میکردم، من نمیخوام نام ببرم چون این که شخصیت نامی نیروهای ملی ماست، وقتی که دستگیر کردن در صفحه اول روزنامه نوشته شد زیر تخت خانوم ایشون آلت پلاستیک مردانه بذاشت، و آقای خمینی به مال مجلس تعلیق اگر یک ایراد رو بینید آخون گرفتن یا یک ملا گرفتن یا دینی میگفتن فریادش کنه همیشه بی اخلاقی کنین اتفاق میفته، هیچ سر صدا نمیکن. و مسئله اتهام جنسی هم که گفتم اون خود اقلا آقای مولانا آقای خمینی و فکر آقای منتظری که نور دو چشمشو برش میگیسه هم دقیقا داری مسئله سیدگی میکرد که آقای میبینید چقدر این درست نیست. یعنی فساد از آغاز شروع شده، اون داستانی که در ضرب مثل فارسی میکنی که شطور مردوزه شطور دوزه میشه، اولش که شروع میشه به فساد و این اتهام این فساد شروع میکنه خورده خورده بوده از یک نظام بسیار اخلاقی بسیار آرمانی، همه 95% صد مردم پر از شور و شوق و ایمان و فدا، اتفاقش به اینجا مربیده که چنین انجام میشه. ولی آسان ترین کار این که شما به دولت باید برسید، داستان دولت داستان شما، یعنی این رو ماکشاولی تو قرن 15 گفت، گفت سیاست توش دروغ داره، عهد و وفا نداره، دین رو نباید با اون قاطی کرد، و دین وقتی که با سیاست قاطی میشه دینداران حکومتگران همه یه جور عمل میکنن، چه دیندار چه غیر دیندارش یه جور عمل میکنن. بنابراین این مسئله حکومت از اون قضیه ما، ولی برگردیم به خود، این یکی از راه های فراره که ما بار مسئولیت دردیم هی بیدیم اونا وحش کردن پس ما نکردیم. این بازگشت به خود چیزیست که جامعه رو اصلاح میکنه. ما وقتی که موج اتهامات بود سکوت کردیم و در مقابل این همه اتهامات سیر جانی پیرمرد 70 ساله رو افتاد پرکر متهم به رابطه جنسی کردن، ما فریادمون بلند نشد و اندازه کافی بلند نشد. وقتی که در خیابونها من در همدان خودم شاهد بودم که آدم ها رو از چیز
جرثقیل اعلام میکردن، خانواده ها آمدن پتو پن کرده بودن اونجا برای دیدن این مسئله، نسبت به گردش اومده بودن توی مسئله اول انقلاب. شعاری که برای بازرگان میدادن این بود: داستان داستان افشا کن، بازرگان و قدساده را اعدام کن. بنده وقتی که تبریز یادم رفته بودم به بعد نام جماعت رو آقای قاضی میخوندم، بعد میگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، مرگ رسید به ولایت فقیه، بازرگان شریعت مدار، بازرگان ام الفساد ایران، ملت مسلمان. آقا بعد نماز جای لعنت به بازرگان بود و ما در این زمینه سکوت کردیم. وقتی که آقای امین انتظام رو به دادگاه بردن، تنها کسی که رفتش دفاع کرد آقای بازرگان بود، نرفتن دیگران تو مجموعه شد. به هر حال مسئله اینه که مسئله اخلاقی رو برگردیم به خودمون نگاه کنیم. آیا سیاست لزوماً باید ماشاوری باشه؟ نه لزوماً. هر کسی یک ذره در کار اجتماعی هست میبینه بزرگترین آفت یا بزرگترین علاقه هر آدم سیاسی اجتماعی وجاهتش، یعنی به آسانی میتوانه پول بذاره، نمیگه به آسانی ولی میتوان بذاره، از شکنجه هم میشه تحمل کرد، ولی بی آبروی چیزی بسیار بدیه، خیلی آدم ها اذیت میشن. تو همین شهری که بنده هستم، تو همینجا مثلا بنده ببینم، مثلا این موضع رو از مثلا میگیرم، مثلا این موضع رو اسمش میشه که دفاع جمهوری اسلامی، دیگه من مثلا صدا آمریکا یا خلاجه دعوتم نمیکنم، یا تو مهمونه دیگه نمیاد، یا اگه این حرف رو بزنم که مثلا خلاف جهت مسیره، منو دیگه رو پر میکنم. آدم ها برای وجاهت مدیشون خیلی کار میکنن، وجاهتشون خیلی کار میکنن. بزرگترین وجاهت برای مسئله برای سیاست بردار این مسئله وجاهت، و این خیلی مسئله است. و این وقتی میاد تو مرجعیت دیگه دربرابر میشه، چون تمام سرمایه مرجعیت عمدتاً همین وجاهت شخصی. شما نگاه کنید آقای بازرگان در موقعی که ولایت فقیه آقای خمینی بود و آقای خمینی در اوج بود، ایشون کتاب ولایت فقیه رو البته نهضت آزادی در اوج بحث اصلیشون گفت ولایت فقیه خلاف اسلام، خلاف منافع مملکت و خلاف انسان دکتر نوربخش روشی داره کرد. جنگ عراق اونجی که مردم هیجان دادن و هیچ کسی جلودارشون نیست و اصلا کسی علیه جنگ حرف میزنه خائن و فاسد و خردارش میکنن، ایشون مقابل جنگ عراق استاد. اگر تو این ویدئوهای دیگه نگاه بکنید، ایشون وقتی صحبت میکنه پانش که مجلس فاش بش میدن، میان دیگه عصبانی میشن، میان کاغذشون میگیرن پرت میکنن اون طرف. آقای بازرگان جایی نمیرفت که بهش بر ایران اگر خوش نمیرفت، سمیه ترین دوستانشون و علایشون برگشته بودن یا بهشون توحید میکردن، و وقتی که سفارت گرفته شد یادتونه که نیروی نبود که جلوی سفارت نره و از گرفتن سفارت نمارد نکنه، و ایشون گفت اون کار غلطه و به شدن امپریالیست، شدن نوکر امپریالیست. من گاه فکر میکنم چه شهامت و چه باوری باید باشه که یک آدم از 70 سال حرکت بکنه و بعد تمام این مسئله بشه و صبح تا شب خوش من یقین دارم من نزدیکترین دوستانش میشه، چون که دیگه مدیده میگم که نبودن دیگه باشه بودن تو مدیس. شما صحبت ها مدیسی ببینید و میبینید که چه وضعیشون پا میشه خوب شو وضعی را باشونده میکشنن پایین. آقای منتظری مرجع تحقیل، مرجع تقلید هم که از کردم بزرگترین مسئلهش به جا میشه. مراجع تقلید خیلی وسوسه مالی نداره یا میتونن برای وسوسه به راحتی فعالیت کشن، خیلی مسئله مقام رو هم میتونن بشن حق باشه، ولی این به جا هم خیلی مسئله است که میخوام بیان برخواد این سرمایه بزرگترین سرمایه شونه.